علی حسین قاضی زاده تحلیلگر مسائل سیاسی از گوتنبرگ سوئد با ما هستند. جناب قاضی زاده وقتتون بخیر. لحن متغیر آقای ترامپ رو چطور ارزیابی می‌کنین و فکر میکنید پاسخ آقای خامنه‌ای چی باشه؟ از سلام دارم خدمتتون. بله انتخاب اول آقای ترامپ کشوندن بازی و عرصه اقتصاد هست تحریم های حد فشار زیاد فشار حد و کشوندن ایران پای ویز مذاکره قطعا انتخاب آقای ترامپ هست آقای ترامپ سعی داره وانمود کنه که این مسیر به نتیجه میرسه اما واقعیت اینه که در ذهن حاکمان ایران چیز دیگری میگذره این اولین بار در تاریخ هست که آمریکا با کشوری مواجه میشه که جنگ انتخاب آمریکا نیست انتخاب طرف مقابل هست حکومت ایران تمایل به درگیری به شکل محدود داره باورش این هست که چون دولت کلونی آمریکا به دنبال هژمونی طلبی در عرصه اقتصاد هست نه در عرصه نظامی به هیچ عنوان وارد جنگ نخواهد شد اگر هم وارد جنگ بشه به نوعی سیاست های این دولت خواهد بود و باعث شکست ترامپ در انتخابات بعدی میشه از این جهت حکومت ایران کشور ایران رو وارد یک قمار بسیار خطرناک کرد قمار خطرناک از این جهت که درسته که جنگ انتخاب اول آمریکا نیست اما به این معنی نیست که انتخاب آخرش هم نخواهد بود بله ایران رو وارد قبار بسیار خطرناکی کردند که ممکنه که نتیجهش یک درگیری نه حتی محدود که گسترده باشه تو مجلس شعار مرگ بر سر میدن از مقامات نظامی گرفته تا سیاسی همه متحد علیه آمریکا این اطمینان نه به مذاکره از کجا میاد بخشیش از روی نداشتن و چاره است حاکمان ایران مسیر رو طی کردند که این مسیر راهی برای بازگشت نذاشته این شکل خیلی حد اکثری از نگفتن به مذاکره که در راستای همون سیاست آمریکا ستیزی آقای خامنه‌ای هست به نوعی حکومت ایران ناچار از طی همین مسیر هست بخشی هم میگرده به همون تحلیلی که از واکنش آمریکا دارن که خدمتتون عرض کردم به نوعی کشور ایران رو بارادی قباری کردن که تصور میکنند که آمریکایی ها یا وارد جنگ درگیری نمیشن یا اگه درگیری بشن هزینه ای پرداخت میکنن بیش از آنچه که ایران پرداخت میکنه فردا قرار آمریکا گزارش خودش رو به شورای امنیت سازمان ملل ببره ایران هم گفته به صورت حقوقی طرح دعوی میکنه میتونه طرح دعوی کردن که کار خیلی سختی نیست حتی بردن این دعوا از طرف آمریکا به شورای امنیت هم منجر به بعید هست که به مصوبه منجر بشه بیشتر بود سیاسی داره این قصه آمریکایی ها الان قد دست بالا رو دارن یک هواپیمای اونها مورد حمله قرار گرفته خیشتنداری از خودشون نشون دادن طبیعتا موفقتر خواهند بود تو جذب حامیان خارجی و ایجاد فشار بیشتر بر حکومت ایران هر چقدر هم حکومت ایران توی این عرصه بخواد فشار بیشتر ایجاد بکنه هم در واقع به اجماع جهانی درست کردن برای ها کمک میکنه هم کمک میکنه که آمریکایی بتونن اگر هم روزی خواستند پاسخ نظامی به حکومت ایران بدن بالی. موجه موجه جلوه بکنه و آمریکایی ها الان در شرایط قرار گرفتند که برای پاسخ نظامی دادن به ایران حتی شماتت هم در جهان نخواهند شد به خاطر اینکه حکومت ایران هست که نبرد عرصه نظامی رو شروع کرد ممنون از شما